اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام آدم خدمت شما دوستان و همتنان عزیزی که بار طریق فضای مجازی فیسبوک، یوتیوب، تویتر و اینستاگرام تماشا میکنید و همچنان شما که در داخل مرکز هستید، از هم آورتر نیمه شعبان خدمت شما همتنان عزیز و همچنان میلاد با سعادت منجی عالم بشریت امام مهدی علیه السلام خدمت شما تبریک و تهنیت در میکنم. از خداوند آرزو میکنم که به برکت ماه شعبان، نیمه شعبان، همچنان به برکت برادت عالم بسیار برادت منجی عالم بشریت، خداوند در تمام جهان سلامت برقرار گرداند و خصوص در کشور عزیز افغانستان. دوستان عزیز ما، البته قسمی که شما میدانید در اروپا در روز ولادت هست یا روز شهادت هست، اینا اکثرا بعد شنبه، سه شنبه، چهار شنبه و روزهای متعدد تصادف میکنه که ما یا مصادف میشه که ما متاسفانه نمیتونیم که در روز، چون اول که مشکلاتی که جوانا دارن این مکتب میرن، کسی کار میکنن و به این وجه نمیتونیم که دوستا و احزار مونی کارشان شنید، برای از اینکه هم مراسم ولادت هست، اگه شهادت هست اینا برای احیا و برای بهبودی جا بمده، نه برای خدای نخواسته برای خرافات یا برای نابودی جامعه. به اون خاطر ما جوان ها این نخواستیم که باعث زحمت شد چنید خدیاز ما بر رومای خود همیش بیشتر کش میگرم در شب جمعه داشته باشیم تا بتاریم که جوان ها در اون سبیه هم. همچنان شب جمعه که داریم ما چون در آلمان زندگی میکنیم باید بر رومای ما ادقه بخشش به زبان آلمانی باشه که تا جوان هایی که در اروپا یا در آلمان کرام شده به زبان آلمانی بهتر میتونیم که مراسم یک مناسبت یا یک ولادت باشه، شهادت باشه، از هر قومی که باشه، از هر مراسمی که باشه، ما میتونیم که به زبان آلمانی بهتر و خوبتر به جوان ها برسانیم تا اینکه به زبان دری و یا فارسی، البته او هم قابل قبول از قابل اعتبار است، اما به رومان خود بیشتر خوش میگیریم که به زبان دری، پشتو و همچنان آلمانی داشته باشیم. تلیاز من خوش میگیریم از شما دوستای عزیزی که هستیم. ما در حدود یک جان 500 نفر فالو کار داریم، کسی که ما را سبسکرایب کنید، ما میخواییم که البته اینه که من خدمت شما برش میرسلو خدای را خواسته کدام موضوع اقتصادی نیست که ما بیم از ورگو که ما اصلا نمیخواییم که ورگو در برنامه ما باشه، فقط بر از اینکه این برنامه یوتیوب که است، برنامه ماندگار است. ما در فیسبوک متاسفانه که از بسیار علما، دانشمندا، از بسیار جوانا برنامه بسیار زیبا داشتیم، برنامه بسیار عالی در مرکز بودن در طول همین 14 سال 15 سال، اما این اشتباه بزرگ کردیم که قبلا وقتی که شما میگید خواستید یوتیوب را داخل شید، ما 5 نفر داخل شده میتونیم. اون زمان ما اصلا در فکر از این نمیدیم که یوتیوب قدر مارزش است، اما امروز ما میبینیم که بعضی کسایی که واقعا برنامه از راستینش قابل دیدن نیست، یه مرتی گفتن نمیتونیم، اونا قدر فالو و قدر مثلا در یوتیوب جا گرفتن، برنامه معنوی رو میبینی که عالم، یک روحانی، یک قاری، یک مفسر قرآن که واقعا من از عبدالحمید بازرگان همیش برنامهش روزای چهارشنبه تحقیق میکنه، وقتی که میبینیم پای منبرش میبینیم که 70 نفر 80 نفر، اما یک نفری که واقعا حرفای آنچنانی میزنه که اصلا نه به درد خودش میخوره نه به درد شما میخوره، شما بهتر از اون میدونید که ببینید در فضای مجازی یوتیوب از هر نفر بیننده دارد. من شما جوانای عزیز خواهش میکنم که ببینید برنامه معنوی را در هر سطحی که از برنامه تفسیر قرآن است، کسایی که مفسر قرآن است، علمای ما که میان زحمت میکشند صحبت میکنند، به اونها را زیادتر مثلا سابسکرایب کنیم، شما را زیادتر مثلا تقویه کنیم که تا از اون طریق بتانیم به معارف اصیل اسلامی خود در بین جامعه پخش کنیم. دیگه من انشاءالله که وقت شما رو میگیرم تا روز پنجشنبه انشاءالله برنامه داریم که فردا شب است، برنامه ایشان نیمه شب رو تجدید میکنیم. آرزوی سلامتی همه شما اجمعا سلامات. اللهم صل علی محمد و آل محمد.